در اصل باید بدانیم برای چه آمده ایم، چه می خواهیم چه بگوییم در این سینما. یک فیلم هایی در لحظه جذب مخاطب می کند و برخی فیلم ها در طول زمان کارش دیده می شود و باید به عنوان سرمدار حرکت شناخته شود. استاد ابراهیم خاتمی کیا. نخست جامعه مطبوعات کشور مشتاقان سینما را از تکوین این شاهکار خبر دادند. از آنگاه هنرشناسان چشم به راه قضاوت این به وجود آورنده شگفتی ها هستند. خاک با اونات خیونت نمی کنه. بگیرینش. دو ستاره، دو هنرمند بزرگ، دو ستایش شده میلیون ها تن در پیچ و خم سوء ظن و تردی و نفرت رهبر ماجراهایم. بهروز بزرگی و ناصر ملک مطیعی. همه از دیده سر این توقیه، این منو کشونده ای. ما فقط اون توقی رو میخواییم حالیته. اگه میخوای خیر از جوونی ببینی و دعای مادر پشت سرت باشه، پرش بده به این. یه چیز دیگه هست، همه کفترام یه طرف، این یه طرف. بیبی، این توقی. توقی، فیلمی همتراز با هر شاهکار سینمایی. دومین ساخته علی حاتمی، نویسنده و کارگردانی که با ارائه اصالت به وجود آورنده تحول و دگرگونی در راه سینمای ایران شد و آنان که با هنرنمایی به کالبد شخصیت ها نفس زندگی دمیدند. بهروز وثوقی گامی دیگر به سوی شهرت و محبوبیت به پیش می نهد. کار آقا مرزا افتاده دسته یلفته. چی گفته که یه جوجه دل بشه اختیار داره آدم میزد؟ آفرین، چهره جدید امروز، امید بزرگ سینمای فردا. سید مرتضا چی؟ مثل شوهر و بام حرف با من شوهر چه ریختی حرف میزنن؟ چه میدونم، یه جوری که دل آدم آب میشه. همراه با جاره، سرکوب، بهمن مفید، حسین گیل، شهرزاد، آراسه، نادره، جلال و ناصر ملک مطیعی با درخششی بی نظیر. بزنم تو خواب جایی جدید آسد مصطفی. زخیات کردی آسد مصطفی کیه؟ یه مجنون که با آبور یه خانه تو دلش نهر بشه بگه انگار نه انگار. فیلم های بسیار دیده ای، داستان های بسیار شنیده ای، ولی هرگز بدین سان داستان و بدین گونه فیلم نبوده است. توقی، فیلمی که بزرگان سینمای ایران دستن در کار خلق لحظاتش بودند. توقی، محصولی افتخارآمیز از سیرا فیلم. مدیر فیلم برداری مازیار پرتو، موزیک متن از اسفندیار منفردزاده. تو یه روزه به من گفت این زنی که خیانت کرد باید کشته. نه دختر. بله دختر. ننگ دختر مال والدینه. بله زنشو طلاق داد. تموم بود بچه تنها آدم نیستش. بله نخفت کرمی تفیمی رشته بر این اینه خدا وعده داده همینجا هستی. یک خانواده یک بسیار خوشبخته بهتون معرفی میزنیم. اگه حاجر رو که کلفته جز به خانواده به حساب نیاریم، میرسیم به ربابه که دختر کچولی خانواده است. بعد از اون ممالی که پسر خانواده است و مولی دختر دم بخت خانواده است. شمسی خانو بارده که بچه ها. تو چه اخلاق منو میدونی؟ وقتی بهت گفتم نه یعنی نه. و بالاخره حاج آقا علا که پدر خانواده است، فرمانده مقتدر و سختگیری که پادگان خانواده رو طبق قوانین خودش با قدرت تام و تمام اداره میکنه. یه زمینه اینقدر خوبه شب جمعه میری خونه در میزنی در بامشه یه فرشته قشنگ منتظرته. حاجی مثل هر مسلمان حقیقی نظر بد به ناموس هیچکی نداره و نمیخواد کس دیگه هم به ناموسش نظر بد داشته باشه. ولی اگر یکی از نوامیس هاش بلخه
و اوضاع و احوال طوری تخریب که حاجی براش مسلم شد پای زنش لحظه زن نانجیب ریخت شبایت نانجیب باشه خون جلوی چشمه گرفت و از زنش رو سپنه بگه چه طلاقه گمه بعده اما زنش دوست داشت حاجی غیر ممکن بود به هر جا مراجعه می کرد بهش می گفتن محلل این قانون درستی من یه اون با حیثیت و آبرو زندگی کردم صدای زن من نامحرم نشیده حالا برم خودم یه نرقه رو بردارم جلم این قانون ظلمه کف نگو حاج آقا محلل یک داستان بسیار جدید از یک مسئله قدیمی فیلمی شاد و حیطان آبر از فرمانداران با فرمایه نوزت کریمی خدایا آخه این قانون یعنی چی؟ منو مجبور میکنی زنم بنزم تو بغل یکی دیگه ایران در بهترین نقش فیلمای خود رفیع اهانتی در حل مشکل آیزش چارشاه مونده خیلی معذرت میخوام شما سنت شدی؟ سنت چه چی؟ سنت من رفتن نیم من تازه آمده ایم با خانم برم نگم با اثاری ای دست کسیفتو بکش جنگلی با من شوخی نکنم گرم این نام بر روی هر فیلم فارسی ضامن موفقیت و فروشان است سیامک یاسمی پس از قهرمان قهرمانان یکی دیگر از ارزنده ترین شاهکارهای سینمای خود را به شما تقدیم می کند گنج قارون از وقتی تو رو پیدا کردم زندگی برای من خیلی قشنگ شده گنج قارون به من چه آقا؟ من پسر قارون از کجا پیدا کنم؟ پسر قارون راستی این پسر قارون کیه؟ آیا همین مرد جمونیه که میگن از هند اومده؟ مردم از هند اومدم خیلی غم و رند اومدم اومدم و باز اومدم خیلی سرم باز اومدم گنج قارون مردی با ثروتی افسانه‌ای آنچنان از رنج تنهایی به سطوح آمده است که حتی گنجینه‌های بزرگ او درمان دردهای او را نمی‌کند و این است گنج قارون گنج قارون نمی‌خواد و این فریاد مردی است که سعادت و نیکبختی را در لقمه نان و گلیم پاره‌ای می‌داند و همه او را به نام علی بیغم میشناسند همه به من علی بیغم میگن اما خبرم اون تایی دلم ندارن که یه دنیا غم توشه گنج قارون فیلمی باشکوه با هنرمندی هنرمندان بزرگ سینمای ایران فردین فروزان ظهوری شباویز و آرمان در نقش قارون ثروتمند مشهور ثروت خوشبختی نهی این اثر جاودانیست از صنعت سینمای ایران گنج قارون تهیه کننده و کارگردان سیامک یاسمی محصول پوریا فیلم شما اینجا چیزی نخواهید شنید که قبلا نشنیده باشید شما اینجا چیزی نخواهید دید که قبلا ندیده باشیم. شما اینجا چیزی نخواهید دید که همیشه می‌دیدید و چیزی نخواهید شنید که همیشه می‌شنیدید. شما چیزی رو خواهید شنید که معمولا می‌بینی. ما به شما توهین خواهیم کرد. چون توهین یکی از راه‌های حرف زدن با شماست. ما کاری خواهیم کرد که تکون بخوریم. ما پرده ها رو پاره خواهیم کرد و شما رو مشاهده میکنیم حالم از شما به هم میخوره حالم از حرف های شما از رویه های شما ما از قوانین شما بیزاریم
از ارزش‌های پوسیده شما بیزاریم. ما از شما که نظم رو استفراغ و بر شاش کودکان گرسنه پوزار می‌کشید بیزاریم. ما شما رو به سخره خواهیم گرفت. هنر مقدس شما رو به زیر خواهیم کشید و بر خطهای مستقیم ارزش‌ها خواهیم رید. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پچپچ و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمان بسی. ای که پنجا رفت در خواهی، مگر این پنج روز تگری. خجلان کس که رفت آها نسخت، حوصل لد زدن دو بار نسخت. خواهی بوشین بام داد رهی، باز دادن پیاده را زستم. بسم الله القاسم الجباری. بسیار خوشحال و مفتخرم که در روزی چنین عزیز و گرامی در خدمت شما عزیزان و هنرمندان هستم و این مسئولیت رو بر عهده دارم که در جشن 51مین سالگرد دانشکده هنرهای دراماتیک مجری و میزبان این مراسم باشم. مایل هستم در نخستین گام از شما درخواست کنم که به احترام سرود ملی ایران به پا خواسته و به این سرود غرورآفرین و عزیز گوش جان فردهید. چندی پیش جمعی از فارغ التحصیلان فرهیخته دانشکده در مراسمی رسمی گرد هم آمدند تا به مرور خاطرات ارزنده و غرورآفرین از حضورشان در این گلستان علم و ادب بپردازند.
در این قسمت از شما گرامیان دعوت میکنیم تا به گزارش تصویری این مراسم توجه فرمایید. البته لازم به ذکر است که در این گزارش به دلیل برخی از محدودیت ها از نشان دادن چهره برخی از این بزرگواران معذور بوده. تو چند سالته؟ من؟ سنی خوری چند ساله؟ 60 دقیقه هست. 30 دقیقه هم نمیشه. من گفتم 60 دقیقه هست منتظرشیم. باید 60 میبندم نیم ساعتم نمیشه، من منتظریم. اصلا 60 هم گرو. 60 گرو که چی؟ یعنی باختم 60 هم قد کن. مال تو. 60 من تو جیبتو. اصلا طالب گفته بودم من چرا وقتی با تو شرط میبندم رو 60 هم شرط میبندم؟ نه. چون مطالعه نداری و فکر نمیکنی روی حرفات. روی کارات اصلا فکر کن. روی اینکه 60 تو زندگی آدم چقدر مهمه، چقدر تاثیر داره فکر کن. اینی که تو بدون 60 نمیتونی دکمهاتو باز کنی و ببندی، اینی که بدون 60 هیچ کار نمیتونی بکنی. جدی میگی؟ مگه با تو شوخی هم دارم؟ من همیشه راجع به مسائل مهم زندگی با تو صحبت کردم، گفتم که اگه 60 نداشته باشی، اون قصه اون یارو کارخونه داره کالباس سازه رو برات گفتم، یادت نمیاد؟ یه خورده فکر کن، انقدر ابله نباش. فکر کن یارو گفتم اگر اون کالباس رو طوری درست نکرده بود که بشه با 60 مثل پنیر پهن کنین روی نون، اون وقت ورشکست میشد. چی شد که انقدر فروش کرد؟ همین تمهید به کار برد. 60 آورد تو ذهنش. آورد تو ذهنش که همه مردم 60 دارن. ما کمتر آدمی پیدا میشه که 60 نداشته باشه. خب چه ربطی داره؟ ربطش اینه که وقتی تو 60 داشته باشی، میتونی اون کالباس رو خوب پهن کنی روی نونت. اون وقت از اون کالباس خوشت میاد. اون وقت اون کالباس رو میخری، یارو پولدار میشه. بعدش خوب میشه. به خاطر اینکه ما 60 داریم. به این موضوع فکر نکرده بودم. فکر کن، مشکلت همینه که خیلی کم فکر میکنی. خیلی کم فکر میکنی. پس با این حرفایی که تو زدی من باید بیشتر مواظب 60 باشم. 60 تا بپیچ. اصلا برو همین الان یه جا 60 برات 60 درست کن. یه پارچه خوب بخر، یه جا 60 برات 60 درست کن که 60 زخم نشه، 60 سرما نخوره. ها؟ از ریخ نیفته. 60 باریخ شخصیته. تو 60 سالت که شد میری حقوق بازنشستگی تو بگیری، پولی که بانک بهت میده با چی میشوری؟ خب آب دهن میزنی به 60، با 60 میشوری دیگه. خب این کارو نمیکنی، بگو نمیکنم. این کارو میکنم، ولی 60 پا چی؟ 60 پام همونه دیگه. 60 60 کلمه کلمه است. به معنی فکر کن، به معنی. بفرمایید. دوربین رفت، بفرمایید. دوربین رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله تو نگرفتم، واسه تو دوباره. ایرانی هم نداره. سین کشه. سین کشدی؟ بنا به پیشنهاد آقا دوربینو ببینم. نه تو کات بود. بنا به پیشنهاد سرکار خانم موجان محمد شاهه، می‌خوایم فیلم 51 سال دانشکده سینما تئاتر رو بسازیم. اسم نبریم. 51 سال دانشکده سینما تئاتر. دوستانی که جمعاً خب جمعاً سلام. سلام، بریم بیرون. نه. برای شما فیلم نمواد بسازید. برنامه هستش که مثلا چی بود اسمش؟ میای جلو فروشیا. بابا یه فیلم نشه. آره 51 سال رو بخوایم بسازیم و الان قرار هستش که چه کاری دستش دادم میگیرم. دستش به نظر من نیست. بابا دستش چه گلشه به من چه؟ دستش که جلوی زانوشه. تو شکم رضا یه کمی جلوه. باید بگین. بچه اون دست خودش نیست. آقا بگو.
قرار هستش که ما این مهمونی رو گرفتیم، ته این قراره یه جون در بیاد. بله. سرکار خانم قول دادن که مجری این جون باشن. به افتخارشون، عرض مبارک شما برسونم که هر کدوم از دوستان بعد از این میتونن یه تیکه از فیلمی که دوست دارن، از یه فیلم مستندی که دوست دارن، از آقای محمود نوروزاد، من تا همین آقای مهرداد از میخوره این دوست برو کنار نه یا تو کاز بیرو سره من دلم برای خشم پنده بسازم و یا حسین دیو خواب دیو بله بگو آقا صحبت کن صحبت کن صحبت کن صحبت کن آقا همین دیگه قراره فیلم در بیاد. آها تخمی باشه. ان شاء الله که در بیاد. منم خوب میگسم. چی؟ سیگار. چیکار می‌کنی سیگار؟ خب میکشم دیگه چیکار می‌کنی چیه؟ رفتی و بی تو دلم من مردم مشکلی دارم. من خودم فکر میکنم خوب سیگار میکشم ولی برای بچه ها میگن همچین دودشو خوب بیرون نمیدم، میگن چوز دود میکنم. دل که میگفتم محرم با من میشه انقدر عذابم ندی؟ آقا علی ولی چه کاری؟ اومد سر کلاس گزارش تو ازدواج کردی؟ آیا اومد سر کلاس گزارش نویسی زمستون اومد دیر رسید در باز کرد اومد از وسط فلاحتپور اومد و پیچید در ته فلاحتپور نشست دهقانپور گفت آقا شما کی من؟ بله شما که تازه اومدی؟ خب با من این راستا اون کلا تو بردار کلا سرم نیم با میگم کلا تو بردار گو اینو موامه اینو موامه بستا آقا من یه بار عریض هم زد به من بود دوام شده خوابگاه من خوابگاه بیرون 28 اسفند بود با هومن دوا شد نه نه بابا 28 اسفند بود فرداش بیلیت داشت واسه یه هست منم گوه من از خوابگاه بیرون کردن یه بارم با هومن دعوا شد کار بود بیمارستان کشید من شب میتونم بیام خونتون و اینا من خونم کوچیک بود و اینا خاله و بابا ما اینا نه اولا خیلی آره نگفتم گفتم خونم کوچیک و اینا بعد اون بود که جا ندارم گفتم خب بیا من بابا علی شکاری گنده بک اومد با یک کیسه پلاستیک سیاه خیلی بدبختی واسه همین من میگم چه داوود با یک کیسه پلاستیک سیاه اومد و اینا اینجوری اومد و اینا خیلی هم با ادب بود اومد و من به خاله من گفتم که علی داره میاد و یه دوستی و اینا یاد پیرن نارنجی هم داشت همیشه همون تنش بود و علی اومد و بچا سایه نکنه صورت داوود کی سایه میکنه اون کیسه پلاستیک سیاه اومد کیسه پلاستیک سیاه اومد و فکر کنم بود یه شناسنامه سندی چیزی داشت و اینا خیلی هم این کاری که غذا میذاشتن جلوش نمیخورد و نه من خوردم و من دیگه برم بخوابم و اینا میام دیگه خودم گفت بابا این چقدر بچه خوبی این که بیچاره طوریش نبود و اینا عجب خوابی عجب خوابی مثلا 9 شب رفت خوابید من تا 12 بیدار بودیم ما رفتیم کپر انداختیم بغلش خوابیدیم یک و ساعت 4 صبح یک و من نمیه صده یک و نگاه کردن علی شکاری سشوار دست تو کیسه مشکه سشواره یکیش این هاش کجا بود با تو کیسه بلاستیک اینجا یکیش در یک پاپا در اومدی هیچی نمیدی یه لقمه نمیدی شناسنامه ای دوزار پولی سلام میتونم اینجا بشینم مزاحم که نیستم چی میخونی؟ نظامه اصلا نظامه دوست ندارم هیچ وقت نمیخونم خب خب حرف بزنیم بزنیم اسمت چیه؟ حس بزن بابا این پرده شما عادل اومد سر کلاس گوهی داشت بالبال میزد که من تازه از کانادا اومدم این میخواست یک کاری بکنه که ما بفهمیم که من تازه از کانادا اومدم و اینا این ور شد اون ور شد هیچ کس هم سمون بک نشسته که آقا بعد مؤدب و اینا اومدی که اومدی گذشت گذشت نمیدونم کی گفت کتی ازم تعریف میکنه
گذشت گذشت یه یکی گفت استاد ببخشید من برم کمدمو باید تحویل بدم. کمدای ونکوور تحویل بدم اگه اشکال نداره من کمد تحویل بدم. گفت اتفاقا تو ونکوور میگن لاکر لاکر کمدای ونکوور میگن لاکر. من نشیدم خاطره من اصلا بدتره. خاطرتو بگو علی. من بگم شما من اول بگم شما بگو. محمد رضا داشت گفت که یک ساعت کلاس داشت تعریف میکرد هی میگفت ژان لاکان ژان لاکان. آها ژان لاکانه گفت آره ژاکش هم میگه آس رو فکر کنم این آدم درس هم نداشتم کاری هم نداشتم رد شده از کنار من وایسا برگرد. چی میشه تو هم به خوشگلی دخترم مطلوبی؟ دوربین رو برگردون رو خودت. یعنی چی؟ خب من چی کار دارم؟ آقا دست اول تری خاطره رو خودم دارم. تو هم تنهایی یه دلم جمعه تو هم بچه تو هم زن تو هم و خونت در میونه دو تو چشم خون قشنگه لونه کرده اون صدا تو گوشته هنوز در کنار کلبه می پلکت سنگ پشت پیر روز روز آفتابی است. چقدر جالب تخلص منم کلبه است و دیگه نه میدونی یه فرمول عالی واسهش پیدا کردم با این قدر تو نیم ساعت گوشه ها می بندم با این قدر هشیش یه ساعت گوشه ها می بندم کلیک بازم یه چند ساعت گوشه ها می بندم کلیک بعد تخت من پایین بعدی پنجره نگاه میکنم اینو از اون دور داره بهم نزدیک میشه میاد شما قبل تست دادن علی رو شنیدیم؟ علی رفی کار داشته تست داشت میگرفت علی یه شکاری هم میره تست بده که سوپر استار شو از این رسا میگن که هر کار کاری بلده بیاد بکنه علی میه یه صندلی میذاره میره رو صندلیه که پشتک میزنه با صورت علی رفی میگه اینو ببره علی شکاره میگه نه من استاد یه کار دیگه بلده بیاد این بار از خوش میبره با مغز میاد بزنی بهش نقش بود هفتش نفر بودم پشت صحنه یه پارتر تکون بودم علی شکانی از فرداش هکتور امی بشی میرم علی از فردا تو خوابگاه تمرین نقش باد یعنی همه کپیدن علی تو راه رو میگفت داود نترسی من بترسم آقا در دستت ندارم هومن هر چیزی گیر داد به علی چرا نصف شب فیش میکنی ما خواهر میمیم حالا علی کامکان داره فیش میکنه هومن رفت کفشای علی شکاری رو انداخت توی توالت خواب کرد آره انداخت توی توالت علی تیریک شد چیو انداخت توی دیسته شد کفشای علی شکاری رو انداخت توی توالت علی رفت شیلنگ کشید از زیر در بچه اولاغه از زیر دشت آب وا کرد تو اتاق روح زده شده اومن عزیزی از اون خرطر رفت تو سینی روزنامه مچاله کرد آتیش زد ریخت تو اتاق علی علی کمربند کشید اومن هم کمربند کشید یه چند بار زدن رو سره با سگک اومن بچه استانه هاشی اومن لیوان رو برداشت لیوان شیشه یه هر کت سمت علی علی جان خواهی خورد تو دیوار شد اینه مثلا فکر کن نیزه رفت تو سینه علی و علی گفت بوم بعد فکر کن اومن با اون لحجه خاکر رو سر مرد
علی جان اینا رو الان بفرستیم اداره مهاجرت سوئد اخراجش میکنه. زنگ زدیم اورژانس اومد. علی شکری با برانکار بردن. خوشونت علی مردان. علی آقا به خیرترین مهاجر. بله. رئیس اداره ارشاد اسلامی نه با یه مدرسه درس میده تو یعنی. نه رئیس اداره ارشاد اسلامی معاون اداره ارشاد. الان بله. آره من 5 6 سال پیش سر یه فیلم برداری رفتیم یزد. علی زنی زگو من یه هنرستان درس میدم من این بچه ها رو بیارم ببینم این اما هم گفتیم نه تو رو ببینم نه بیام فیلم برداری ببینم اما خلاصه دیگه آقا رفیق ما چش اومدن چهار نفر آدم میخواد بیاد یک گفتیم یه اتوبوس گله آورد واقعا یه اتوبوس بچه آورده بود و علی کلن لامتکام صحبت میکنم فقط با لگد بچه ها رو درست میکنم واقعا شدی گوشمان با بچه هم یعنی بچه هم بودن کبیرم بود یک من علی دور اینا میچرسه با لگت میزد در کنه چون اینا چرسه سوچ لو سوچ لیا دیکھ لو دیکھ لیا جان لو جان لیا پیار بڑا مشکل ہے پیار کرنے کو تیار ہو تیار ہوں میری ساتھ جینے کو مرنے کو تیار ہو تیار ہوں پیار بڑا مشکل ہے پیار کرنے کو تیار ہو هیچ که نمیدونم افسردار بود ولی آبدارچی بود با خالصی بهترین دانشگاه خالصی بود رفیق ما هم بود اوز فاریزیز من این کشیدم خریبم خب این مژده رو به شما عزیزان بدم که در این بخش از برنامه میریم سراغ یکی از قسمت‌های بسیار جذاب و دیدنی که مطمئنم همه شما عزیزان در انتظار دیدن و شنیدنم هستیم. بیشتر از این شما رو منتظر نمیذاریم. این شما و این سرود رسمی دانشکده سینما تئاتر.
قدم میزنی نه؟ به نظرم یه قدم رو باحالی یکی دیگه خواستیم بگیم بینیم بچه که بار دارم چه؟ نمیتون قدم بزنم؟ آه نه 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 چه؟ چه؟ ماشاءالله آقا به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باز امیدوارم از حضور در این برنامه حد کافی و واقعی رو بگذاشت بیا تا گندم یک خوشه باشیم بیا تا آب یک رو خونه باشیم یکی صوفی شویم در خرابات یکی جارو کشه می خونه باشیم گل زردم همه دردم ز جفای تو شکم نکردم تو بیا تا دور تو گردم آه ای یار جانی یار جانی دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی Thank you.
زمونه عشق نمونه عاشقی و عشقی وفا کدومه رخت محبت کم شدی آدم کجا رفی کجای دون کجای همده گلی تو دنیا پیدا نمیشه دل رفته خار اومده بهار چی میشه جرا خوش پار من رفتم از یاد سکوت این قلب شکستم شده فریاد شیشتونو کجا میشوی؟ شما دانشجوی کارشناسی شما دانشجوی کارشناسی ارشد شیشه رو کجا میشوی؟ شیشه شوی شهاب 66 S 666 سینما ونکوور کانادا تلفن 66 20 666 ها شیشه شوی شهاب